السلام علیک یا ابا صالح المهدی. دعای ندبه این هفته جمعه 29 اردیبهشت ماه با همکاری هیئت رزمندگان گراش برگزار می شود. سخنران حجت الاسلام حاج مهدی طائب، مداح حاج رضا طاهری. بعده ما بعد از نماز صبح حسینیه اعظم گراش. هیئت رزمندگان اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قال الله تبارک و تعالی انا للمتقین مفازا و قال سبحانه و تعالی لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خداوند ان شاء الله همه ما رو از منتظرین واقعی آقا بقیت الله العظم قرار دهد. اجماعا صلواتی خط بفرمایید. ما دو عاقبت رو در این عالم در انتظارش هستیم. دو عاقبت به ما وعده داده شده، دو عاقبت خوب. یک عاقبت خوب در آخرت، این مسیر زندگی انسانها یک مسیر بی انتهای بی هدف نیست، بلکه یک مسیر انتهادار و هدفمنده. زندگی این دنیا یک مسافرت در یک مقطعی از یک حرکته. مرگ پایان حرکت و مسافرت نیست، بلکه مرگ وارد شدن به اون مرحله اصلی این مسافرت هست. رؤیت محصول کار این سفره که اون پس از مرگ عاقبت این سفر معلوم میشه که آیا این سفر عاقبت خوبی برای ما داشت یا این سفر عاقبت بدی. پایان خوب اون سفر به عده‌ای وعده داده شده، پایان بد اون سفر به عده‌ای. پایان خوب اون سفر به گروهی وعده داده شده که در قرآن از اونها تعبیر میکنه به متقین. ان للمتقین مفاز. اونها که در این عالم متقی بودن، پایان خوب اون عالم مال اونهاست. ول عاقبتو للمتقین، اون پایان خوب مربوط به متقینه، اونهایی که در این عالم تقوا پیشه کردن. حالا اون عاقبت خوب چه هست؟ در قرآن گاهی از اون عاقبت خوب با جنت و بهشت نام برده، گاهی از اون عاقبت خوب
با همنشینی با صلحا و شهدا و انبیا نام برده شده. گاهی در لسان روایات به جنت اللقاء، یعنی به محضر حق تعالی رسیدن، که حالا اون محضر حق تعالی رسیدن، اون شادی و فرح و سروری که داره، اون فقط برای اونهایی که به اون واصل بشن قابل درکه، که البته برای همه انسانها قابل درکه، فقط اون شرطشو لازم داره که فرمود ان للمتقین مفازا.